سلام، خوش اومدید به این ویدیو. اگه اولین بار هستش که وارد کانال من میشید، من بهنام هستم و خیلی خوشحالم که این ویدیو رو تماشا میکنید. لطفاً کانال من رو ساب کنید و این ویدیو رو هم لایک کنید. دمتونم گرم. میخوایم تو این ویدیو کیف افسانه شرقی رو با شکار حیوانات از پیش مشخص شده کرافت کنیم. باید پوسته 3 ستاره حیوانات رو به دست بیاریم. لوکیشن این حیوانات و اسلحه هایی که بعد ازشون استفاده کنید رو بهتون نشون میدم. همینطور باید بگم که ما قبلا پلیلیست درست کردن زین اسب در ردت رو کامل کردیم. کاردش رو میذارم این بالا، لطفا حتما یه نگاهی بهش بندازید. همونطور که میدونید کیف پیشورز آرتور یه محدودیتی برای برداشتن آیتم ها داره که برای هر عنوان متفاوت هستش که نهایتا به عدد 30 میرسه. حالا چی از این بهتر که ما بتونیم همه آیتم ها رو تا 99 تا تو کیف خودمون داشته باشیم. اگر میخواید با آرتور این امکان رو تجربه کنید، حتما این ویدیو رو تا آخر تماشا کنید. یه نگاهی به کیف‌های قابل کرافت و پیش نیازهای اونا برای کرافت کردن بندازیم. برای کیف تونیک نیاز به خرید ابزار چرم دوزی دارید و باید 2 بار واگن مدیسن رو کمپ رو شارژ کنید. همینطور باید یه پوست 3 ستاره آهو، یه پوست 3 ستاره باک و یه پوست 3 ستاره گوزن به پیرسون دونیت کنید. برای کیف اینگریدینس میبایست 5 تا لاشه کامل حیوانات بدون اینکه پوستشون رو کنده باشید به پیرسون دونیت کنید. همینطور باید 1 پوست 3 ستاره آهو، 1 پوست 3 ستاره گورکن و 1 سنجاب 3 ستاره به پیرسون دونیت کنید. برای کیف کیت میبایست 1 پوست 3 ستاره آهو، 1 پوست 3 ستاره گوزن و 1 پوست 3 ستاره پلنگ به پیرسون دونیت کنید. برای کیف پروویژن می باید 2 بار واگن پروویژن کمپ رو شارژ کنید. همینطور باید 1 پوست 3 ستاره آهو، 1 پوست 3 ستاره گاومیش و 1 پوست 3 ستاره راکون به پیرسون دونیت کنید. برای کیف متریالز باید در کمپ اسکات فایر 3 تا رسیپی رو کرافت کنید. همینطور باید 1 پوست 3 ستاره آهو، 1 پوست 3 ستاره گراز و 1 پوست 3 ستاره ایگوانا به پیرسون دونیت کنید. برای کیف والیویبلز باید 1 پوست 3 ستاره آهو، 1 پوست 3 ستاره سگ آبی و 1 پوست 3 ستاره خرگوش به پیرسون دونیت کنید. و در نهایت برای کیف لژند آف دی ایست میبایست تمامی کیف‌های قبلی رو کرافت کرده باشید. همینطور 1 پوست 3 ستاره آهو، 1 پوست 3 ستاره شیر کوهی یا جگوار و 1 پوست 3 ستاره گرگ به پیرسون دونیت کنید. خب حالا نوبت میرسه به اسلحه‌ای که باید ازشون استفاده کنیم که یکیش اسپرینگفیلد هست. همینطور اسلحه وارمینت که برای حیوانات کوچیکتر مثل سگ آبی، راکون، سنجاب و خرگوش باید از این اسلحه استفاده کنید. حتما تو فروشگاه های اسلحه برید و برای این دو اسلحه دوربین بخرید و آپگریدشون کنید. خب اطلاعات اولیه که لازم بود رو بهتون گفتم، حالا دیگه وقت شکاره. بزنید برید. اولین حیوانی که شکارش میکنیم بایسن، همون گاو میش آمریکاییه که میتونید تو نقشه بین حروف A و H تو منطقه نیو هانوفر گلهشون رو پیدا کنید. یه 3 ستارهش رو پیدا کنید و با اسپرینگفیلدتون یه تیر تو پیشونیش بزنید. ما 7 آهو نیاز داریم. این آهوها رو میتونید تو تپه‌های آرتلند و همینطور حاشیه رودخانه داکوتا پیدا کنید. 3 ستاره‌هاشون رو پیدا کنید و با اسپرینگفیلدتون یه تیر تو پیشونیشون بزنید. حتما سعی کنید بعد از 2 یا 3 شکار بیاید تو کمپ و پوست‌ها رو به پیرسون اهدا کنید یا همون دونیت کنید. که اگر احیانا به هر دلیل داخل بازی آرتور کشته شد، زحمتی که برای پوست‌های قبلی کشیدید از بین نره. Thank you.
برای شکار سگ آبی به دریاچه اوانجیلا برید و با اسلحه وارمیند شروع کنید به آیم کردن که با اتو آیم بتونید زودتر این حیوان یعنی نورف امریکن بیور رو پیدا کنید. لینک ویدیو درست کردن زین اسب با پوست سگ آبی رو این بالا براتون میذارم، میتونید نگاش کنید. اصلا تو قسمت های عمیق آب به این حیوان شلیک نکنید چون اولا امکان برداشتن و پوست کردنش مقدور نیست. پس سعی کنید یا لب آب بزنیدش یا اینکه به قسمت‌های بیرونی آب فراریش بدید تا بشه بعد از شلیک بهش پوستش رو برداشت. با اسلحه وارمیند یه شلیک به پیشونی یا پوزش بزنید و تمام. راکون آمریکایی رو کمی بالاتر از دریاچه اوانجیلا میتونید پیدا کنید. با همون اسلحه وارمینتتون اوتوایم که بکنید یا از دد آیتون که استفاده بکنید میتونید اونا رو پیدا بکنید. با اسلحه وارمینت یه شلیک به سر و یا پوزش میتونه یه دونه پوست سه ستاره راکون به شما بده. یه مهمون ناخونده داریم. ببینید چجوری از خجالتش در میاد. این هم از پوست پرفکت راکون. منطقه شمال غربی دریاچه اوانجیلا جایی هستش که بیشترین پوست های مورد نیازمون رو از اونجا تهیه میکنیم. حتی میتونید لاشه حیوانات که اینجا میزنید و سه ستاره نمیشن رو برای پیرسون ببرید. اینجا یه مار رو با تیر اسمال گیم میزنم که یادی کنیم از به دست آوردن زین پوست مار. لینک ویدیوش رو این بالا میذارم، میتونید کاملش رو ببینید. صدای گله گرازها رو همونجا میتونید بشنوید. با دنبال کردنش میتونید یه سه ستارهش رو پیدا کنید و با اسلحه اسپرینگفیلد یه تیر تو پیشونیش بزنید و پوست سه ستارهش رو برای پیرسون ببرید. همینطور لینک ویدیوی به دست آوردن زین پوست گراز رو این بالا میذارم، میتونید ببینیدش. تو مسیر برگشت با استفاده از اوتاهایم تونستم یه خرگوش سه ستاره هم اونجا پیدا کنم. کافیه با وارمینت یه تیر به پوزه یا سرش بزنیم. این هم از پوست سه ستاره خرگوش که برای کیف ولیویبلز بهش احتیاج داشتیم. حالا وقت اینه که پوستایی که به دست آوردیم رو بدیم به پیرسون. آهو، سگ آبی، گراز، خرگوش و لاشه ما. برای روز اول کافیه. وقت استراحت رسیده. پیشنهاد من این استش که حتما سعی کنید از همه اسباتون توی این مسیرهای طولانی که میرید و میایید استفاده کنید که بتونید باندینگشون رو به حد اکثر برسونید. باندینگ اسب آپولوسای من به سطح 4 رسید. الان وقت استراحتش رسیده. یه اسب امریکن پینت اوورو تو سطح باندینگ 2 داریم. و یک تروبرد سفید که این یکی از اسبای مورد علاقه منه. پس ادامه مسیر رو با تروبرد سفید میریم.
که هرچه سریعتر بتونم باندینگش رو به سطح 4 برسونم. شکار بعدیمون پلنگ خواهد بود. جنوب شهر رودز، همین جایی که تو نقشه مشخص شده، محل پیشنهادی شکار پلنگ هستش. برای این منظور من معمولا از یک تومه کمکی استفاده میکنم. یک حیوان مثل آهو یا گوز که اصلا فرق نمیکنه، یک یا دو ستاره هم میتونه باشه، رو شکار کنید و به این محل بیاید. حتما یادتون نره که اسپرینگ فیلدتون رو بردارید. حیوانی که شکار کرده بودید رو بذارید کنار تخت سنگ و از یه تومه کمکی حیوانای گوشتخوار استفاده کنید. میتونید یه کاور هم به خودتون بزنید که از رسیدن بوی شما به مشام پلنگ جلوگیری کنه. لینک ویدیوی درست کردن زین پوست پلنگ رو این بار براتون میذارم. میتونید کاملش رو تماشا کنید. از تومه‌هایی که گذاشتید فاصله بگیرید و با استفاده از دد آی و اوتو آیم یا دوربین اسپرینگ فیلدتون سعی کنید نزدیک شدن پلنگ رو رصد کنید تا زمانی که به نقطه‌ای برسه که برای شلیک به پیشونیش آمادگی کامل رو داشته باشید. وقتی که آماده بودید یه تیر تو پیشونیش بزنید و تمام. تو راه برگشت امکان به دست آوردن یه سنجاب 3 ستاره رو داشتم، اما با یک شلیک اضافه عملا اونو به خاک فنا دادم. اما لاشش رو برای پیرسون میبرم. آهوی بعدی رو تو تپه‌های هارتلندز می‌خواستم بزنم که اتفاق جالب افتاد. تیری که به سمت آهو شلیک کردم چون یه استارت لاتی و خفن زد فرار کرد و خورد به این باک. منم لاشش رو برای پیرسون می‌برم. این هم همون آهوی تیز و بوزی هستش که از دست ما فرار کرد. دوباره وقت این رسیده که پوستا و اون لاشه ها رو ببریم برای پیرسون که مبادا از دستشون بدیم. پوست 3 ستاره پلنگ به همراه پوست 3 ستاره آهو و لاشه باک، سنجاب و همینطور چند تا کلام. اینجاست که دوباره وقت استراحت رسیده. آهوی بعدی رو با یه شلیک خیلی جذاب شکار کردم و پوستش رو برداشتم. بالای تپه‌های نزدیک به منطقه هارتلند اولفیلد یا آهوی دیگه پیدا کردم که 3 ستاره بود.
حتما براتون پیش اومده که گورکا به صورت گله‌ای بخوام به شما حمله کنن. این اتفاق تو جاهای مختلف ممکنه براتون پیش بیاد، مثلا بین شهر استرابری و دریاچه اوانجیلا، نزدیک قلعه والاس، نزدیک ایستگاه قطار والاس و همینطور قوی ترین قسمت منطقه آمبرینو که ناحیه برفی بازی هست. حتی امکان اینکه شاهد این حمله به NPC های بازی باشه هم وجود داره. قطعا از فاصله نزدیک و با سرعت نسبتا بالای گورگ امکان استفاده از دوربین اسلحه فراهم نیست. پس با نشونگیری عادی و با اسلحه اسپرینگفیلد سعی کنید به سرشون شلیک کنید. این اتفاق برای من هنگام گشتنی برای پیدا کردن گورکن تو نزدیکی قلعه والاس رخ داد. میتونید رو نقشه ببینید. کمی بالاتر از قلعه والاس انتهای پوشش جنگلی امکان پیدا کردن گوز زیاده. که میتونید رد اونها رو تعقیب کنید و با اسلحه اسپرینگفیلدتون یه تیر به پیشونشون بزنید تا بتونید پوست سه ستارهشون رو داشته باشید. خب وقتش رسیده که پوست آهوها، گورگ و این گوز رو هم ببریم بدیم به پیرسون. سنجاب رو جاهای مختلف و بیشتر تو مناطقی که درخت زیاد باشه میتونید پیدا کنید. مثلا شمال غربی دریاچه اوانجیلا یا جاده شرقی محلی که یک پلنگ شکار کردیم، جنوب شهر رو. همون سنجاب رو من تو نقشه پایین تر از اس و بین این دو جاده پیدا کردم. یه نکته جالب این هستش که گویا تیراندازی من خوب نبوده، اما نتیجه‌ای که تو برداشتن سنجاب نشون داده میشه چیز دیگه. لاشه پرفکت سنجاب که کافی اون رو به پیرسون دونیت کنید تا پوستش رو برای کیف اینگریدینس استفاده کنه. گوز دوم رو در راه برگشت به کمپ حاشیه خط ریل راه آهن تو منطقه هارتلند پیدا کردم و با اسلحه اسپرینگفیلد یه تیر به پیشونیش زدم. دو پوست آهو، یک گوز، یک گورگ و یک پوست سه ستاره بارک رو به پیرسون دونیت کنید. حالا که باندینگ اسب دوست داشتنی به سطح 4 رسیده ازش خدافظی میکنم. و اسم امریکن پینت اوورو که اتفاقا اسم آقای خاویر اسکولا هم از این نژاد و رنگ هستش رو اسپام میکنم تا باندیگ اون رو هم به سطح 4 برسونم. نوبت شکار ایگوانا شده. این حیوان رو تنها در شبه جزیره غربی شهر روت میتونید پیدا کنید. برای اینکه بتونید راحت‌تر به این شبه جزیره کوچک برسید، باید از کم عمق‌ترین قسمت آب با اسبتون عبور کنید که محلش رو توی نقشه دیدید. اینجا یکی از بهترین لوکیشن‌ها برای به دست آوردن پوست‌های سه ستاره مار هم هست. به همین جهت شما رو دعوت می‌کنم به تماشای ویدیو کامل درست کردن پوست مار که لینکش رو این بالا میتونید ببینید.
بعد از پیدا کردن یک ایگوانای 3 ستاره کافیه که با اسلحه وارمینت یه تیر به سر اون شلیک کنید. احیانا اگر تعداد لاشه هایی که به پیرسون اهدا کردید در دستتون در رفته، میتونید چند تا حیوان دیگه شکار کنید و به پیرسون اهدا کنید. زیادش مشکل ایجاد نمیکنه، فقط کمتر از اون تعداد نباید باشه. خب همونطور که میبینید رسیدن به سطح 4 باندینگ اسم امریکن پینت هم داره محقق میشه و با یکی دو تا خوراکی دادن و یه شونه کشیدن این کار رو نهایی میکنه. پوست ایگوانا، لاشه آهو و همینطور لاشه پرفکت سنجاب که سری قبل فراموش کرده بودم رو دونیت میکنم. شکار بعدیمون شیر کوهی یا همون جگوار هستش که لوکیشنش رو هم میبینیم. شکار جگوار اون اوایل برای من خیلی چالش داشت. خیلی چغر و بد بدن هستش. اما اگر سرعت عمل بالایی داشته باشید میتونید اون رو به دست بیارید. بعد از اینکه پیداش کردید یا حتی اگه پیداتون کرد، اگر نزدیک بود بدون دوربین و اما اگر فاصله خوبی داشتید با دوربین اسلحه اسپرینگفیلدتون یه تیر تو پیشونیش بزنید و انتقام منم ازش بگیرید. لینک ویدیو به دست آوردن زین پوست جگوار رو این بالا براتون میذارم. اگه دوست داشتید ببینید چه پوستی از من کنده شد. تجربه بدی بود اما موفق شدم آخرش. تو حاشیه رودخونه لیتل گریک بالاتر از بیگ ولی میتونید گوزن، آهو و باک های زیادی رو پیدا کنید. اما آخرین حیوانی که ما اینجا بهش احتیاج داریم یه گوزن هستش که با دوربین اسپرینگفیلد یه نگاهی به دور اطراف انداختم و اون پشمشت هایی که پیدا کردم. و با این عزیز دلم اسپرینگفیلد یه تیر تو پیشونیش زدم و پوستش رو برای پیرسون میبرم. داریم به آخرین شکار که اتفاقا برای پیدا کردنش صاف شدم نزدیک میشیم. تا من این پوست جگوار و گوز رو دونیت میکنم سریع حدس بزنید که آخرین اسبی که باهاش میخوام برم چی میتونه باشه.
بله، اسب عرب سیاه که یکی از بهترین های این نژاد در بازی هستش. بازین پوست پلنگ چه دلبری میکنه. الان باندینگ این اسب من رو سطح 3 هستش، اما باید بگم که رسوندن اسبهای عرب به آخرین سطح خیلی طولانی تر از اسبهای دیگه هستش و باید براشون بیشتر زمان و حوصله بذارید. هر جا که امکانش بود چونه بکشید بهشون یا با فشار دادن شوک سمت چپ سعی کنید باشون ارتباط بگیرید تا این آیکون اسب کنار تصویر نمایش داده بشه. یادتون نرفته که باید یه سری ابزار رو پیش نیازهای دیگر رو تهیه کنیم. برای این کار به پول نیاز داریم. تو این گشت و گذارهایی که برای شکار داشتم، من هر چیزی که لوت کرده بودم از اجساد و کلبه ها به فینس میفروشم تا احیانا پول کم نیاد. آخرین حیوان چغر بد بدن که زیر لفظی میخواست تا پیداش کنم این گورکن بود. تو تپه‌های هارتلند اسلحه وارمینتتون رو آماده کنید و با اوتو آیم یا حتی دد آیم میتونید پیداشون کنید. یه شلیک به پوزه یا سرش با اسلحه وارمینت شما رو به پوست 3 ستاره این حیوان میرسونه. همینطور که گفتم رسوندن سطح باندینگ اسبای عرب به سطح 4 زمان زیادی رو میگیره، پس الان از خیرش میگذریم. خب آخرین پوست هایی هم که داریم رو الان دونیت میکنیم که بریم یه نگاهی به پیش نیاز های پوست حیوانات برای درست کردن کیفا بندازیم. میبینید که تمامی پوست های 3 ستاره یا پرفکت مورد نیاز مستر پیرسون رو براش فراهم کردیم. الان زمان این رسیده که ابزارش رو بخریم، واگن ها رو شارژ بکنیم و بعدش میریم سراغ آخرین قدم. تو صفحه آخر دفترچه کمپ همونطور که الان معلوم نیستش ابزار چرمدوزی مستر پیرسون هستش. برای اینکه بهتر دیده بشه من وقتی که شب هستش برمیگردم. خب تو صفحه آخر یه آیتمی هست با عنوان Leather Working Tools با قیمت $225 که باید اون رو بخرید. دو صفحه به عقب برگردید و استراوست مدیسن واگن رو برای اولین بار با قیمت $30 و بعدش برای دومین بار با قیمت $50 بخرید. بعدش پیرسون پریویژن واگن رو برای مرتبه اول با قیمت $30 و برای دومی مرتبه با قیمت $45 بخرید.
آخرین قدم کرافت کردن سه رسیپی در کمپ اسکات فایر یا همون آتش کمپ دیدمان ها هستش. که این کمپ تو فصل های مختلف جاهاش تغییر میکنه. اما برای فصل دوم اینجا هستش. اون کمپی این امکان رو برای شما فراهم میکنه که شما بتونید داخلش منوی کرافت رو باز بکنید. حداقل سه تا رسیپی توش کرافت کنید و بعدش برگردید پیش مستر پیرسون. منوی کیف ها رو باز کنید. همونطور که میبینید تمامی کیف ها به غیر از کیف آخر آماده کرافت کردن هستن. به ترتیب از بالا تمامی کیف ها رو کرافت کنید تا امکان کرافت کردن کیف لجند آف دی ایست هم براتون باز بشه و اون رو هم کرافت کنید. تونیک، اینگریدینز، کیت، پروویژنز، متریال، ولیویبلز و در نهایت کیف افسانه شرقی. مبارکتون باشه. حالا خیلی نرم و نازک، چست و چابک میریم سراغ اون واگن تونیک ها که شارژش کرده بودیم. عین این ندید بدید ها هر چی که هست کره کنان برمیداریم. میبینید که هیچ محدودیتی وجود نداره و فقط تونیک هان که تموم میشن. یه نگاهی به داخل کیف لژند آف دی ایست بکنیم. میبینید که تو هر عنوان آیتم هایی که کیفشون رو کرافت کردیم الان میتونیم 99 تا ازشون برداریم. میتونید حیوانای کوچک بیشتری رو داشته باشید، تیکه های گوشت بیشتری نگه دارید، تونیک های دد آی، انرژی و خون کامل، هورس ریوایور، تومه ها، خوراکی های انرژیزا برای خودتون و اسبتون و از همه مهمتر اشیای قیمتی رو میتونید به تعداد 99 تا از هر کدوم داشته باشید که این فوق العاده است. خب دوستان، امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. میدونید که هر سوال و ابهامی داشته باشید میتونید تو قسمت کامنت ها از من بپرسید و با کمال میل پاسخ میدم که شما هم بتونید این کیف رو داشته باشید و بتونید از این امکان نهایت استفاده رو ببرید. خیلی ممنونم که علاوه بر تماشای این ویدیو لایکش میکنید و با بازنشر اون به من برای تولید محتوای بیشتر و بهتر روحیه میدید. اگر تا الان پیج اینستاگرام من رو فالو نکردید با آیدی نایت سولجر میتونید این کار رو انجام بدید. همینطور لطفاً اگر تا الان دکمه ساب رو نزدید این کار رو انجام بدید. این یکی از بزرگترین حمایت هایی هستش که شما میتونید از من بکنید. خب دوستان، مرسی از این وقتی که در اختیار من گذاشتید. خیلی ممنونم ازتون. تا ویدیوی بعدی مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.